جلد سوم از کتاب 4000 واژه درس 27م بخش کلمات اولین کلمه acknowledge acknowledge یعنی قبول کردن تایید کردن acknowledge that teacher acknowledge that the young student was hungry میگه اون معلم قبول کرد که اون دانش آموز جوان گرسنه بود the teacher اون معلم acknowledge that قبول کرد که The young students اون دانش آموز جوان was hungry گرسنه بود بنابراین کلمه acknowledge acknowledge یعنی قبول کردن تایید کردن acknowledge کلمه بعدی ambassador ambassador یعنی سفیر ambassador the ambassador from korea was in charge of the conference یعنی سفیر کره مسئول اون کنفرانس بود The ambassador from Korea یعنی سفیر کره واز بودش in charge of مسئول the conference اون کنفرانس بنابراین کلمه یه ambassador ambassador یعنی سفیر بچه ها ambassador کلمه بعدی بلاند بلند به معنی بلوند یا بور استش بچه ها توی شکل می‌بینید میبینید بلاند My cousin is different from me She is blue eyes بچه ها کلمه کازن به کل دختر و پسرهای فامیل میگن کازن یعنی دختر امو پسر امو دختر دایی پسر دایی دختر خاله پسر خاله دختر امه پسر امه همه اینا میشه کازن اینجا چون شی آورده میشه قسمت دختراش دیگه یعنی دختر خاله دختر امه دختر امو دختر دایی یکی از اینا منظورشه اوکی اینجا میگه مای کازن حالا ما میگیم فرض میگیریم منظورش دختر خاله شه مای کازن یعنی دختر خاله من is different from me یعنی متفاوت از من با من فرق داره she's blonde with blue eyes یعنی اون بلنده با چشای آبی بنابراین کلمه بلاند به معنای بلوند یا بور استش بچه ها بلاند بلاند کلمه بعدی کانکر کانکر یعنی فت کردن کانکر The soldiers were trying to conquer the world یعنی اون سربازا داشتن سعی می کردن که دنیا رو فت کنن The soldiers اون سربازا were trying to داشتن سعی می کردن که conquer the world دنیا رو فتح کنن بنابراین کلمه conquer یعنی فتح کردن بچه ها conquer conquer کلمه بعدی drag drag یعنی کشیدن توی شکل مشخصه دیگه drag یعنی کشیدن the dog was dragging his owner down the street یعنی اون سک دای صاحبشو میکشید به پایین اون خیابون The dog اون سگ was dragging داشت میکشید his owner صاحبشو down the street به پایین اون خیابون بنابراین کلمه drag یعنی کشیدن بچه ها drag drag کلمه بعدی exaggerate exaggerate یعنی مبالغه کردن بچه ها exaggerate Jimmy wasn't exaggerating about the seriousness of his injury میگه جیمی داشت در مورد جدیت آسیب دیدگیش مبالغه نمی کرد بچه ها کلمه سریسنس یعنی جدیت اینجوری یعنی آسیب دیدگی جراحت ببینید جیمی وازند اگزاجوریتینگ اباوت یعنی جیمی داشت مبالغه نمی کرد در مورد the seriousness of his injury یعنی جدیت آسیب دیدگیش بنابراین کلمه گه اگزاجوریت اگزاجوریت به معنی مبالغه کردن هستش بچه ها اگزاجوریت بعدی heritage، heritage یعنی میراس یادگار heritage. تیپیز are part of the heritage of the American Indians of the Plains بچه ها کلمه تیپی به همین چادرهایی که توی شکل میبینید چادر سرخ میگن تیپی میگه تیپیز یعنی تیپی ها این چادر سرخپوستا ها آر هستند پارت آف قسمتی از the heritage of یعنی میراث the American Indians of the Plains یعنی سرخپوستای های امریکایی دشت ها منظور سرخپوستای امریکایی امریکای ساکن دشت هاست میگه تیپی ها یا این چادر سرخپوستا قسمتی از میراس سرخوستای امریکایی ساکن دشت هاست یه بار دیگه تیپیز یعنی تیپی ها are part of یعنی هستش قسمتی از the heritage of the American Indians of the Plains یعنی میراث سرخوستای امریکایی دشت هاست بنابراین کلمه heritage به معنی میراث هستش بچه ها heritage heritage فقط یه بار دیگه معنیشو بگم میگه این چادر سرخ یا این تیپی ها قسمتی از میراست سرخپوستای آمریکایی امریکایی ساکن دشت هاست من کمی heritage به معنی میراست هستش بچه ها heritage. heritage. کمی بعدی این insult. insult یعنی توهین کردن بچه ها این یعنی توهین کردن The girls insulted each other all afternoon یعنی اون دخترها تمام بعد و زور رو به هم دیگه توهین کردن the girls یعنی اون دخترها insulted each other به هم دیگه توهین کردن all afternoon تمام بعد و زور رو بنابراین کمیه insult یعنی توهین کردن insult insult کمی بعدی meanwhile meanwhile یعنی در همین حین meanwhile یعنی در همین حین he wants to be a doctor in the future but meanwhile he works a regular job میگه که اون آقا میخواد که توی آینده یه دکتر بشه ولی در همین حین اون توی شغل عادی کار میکنه اوکی okay? he wants یعنی اون میخواد he wants to be a doctor اون میخواد که دکتر بشه in the future توی آینده but ولی meanwhile یعنی در همین هین he works he works a regular job یعنی اون توی شغل عادی کار میکنه کلمه regular به معنی عادی هستش بچه ها بنابراین کلمه meanwhile meanwhile یعنی در همین هین meanwhile کلمه بعدی necklace گردنبند توی شکل مشخصه دیگه نکلس یعنی گردنبند جویس رسیو ده لابلی پرل نکلس فور هر ویدینگ انیورسری میگه جویس دریافت کرد یه گردنبند دوست داشتنی برای سالگرد ازدواجش جویس رسیو ده لابلی پرل نکلس جویس دریافت کرد یه گردنبند مروارید دوستش یعنی بچه کلمه یه Lovely دوستش یعنی Pearl یعنی مروارید For her wedding anniversary برای سالگرد ازدواجش کلمه wedding یعنی ازدواج anniversary سالگرد بنابراین کلمه نکلس یعنی گردنبند بچه ها نکلس کلمه بعدی Noble, noble. یعنی اشرافی نوبل یعنی اشرافی The queen invited the noble from a nearby country to dinner میگه ملکه یادم اشرافی رو از یک کشور همسایه برای شام دعوت کرد The queen ملکه invited دعوت کرد A noble یعنی یادم اشرافی رو From a nearby country to dinner از یک کشور همسایه برای شام ملکه یادم یا اشرافی رو از یک کشور همسایه به شام دعوت کرد بنابراین کلمه نوبل نوبل به معنی اشرافی هستش بچه ها نوبل یا آدم اشرافی کلمه بعدی پرشیس پرشیس به معنی گرانبها ها هستش بچه ها یا با ارزش پرشیس یعنی گرانبها ها یا با ارزش این دزرت water can be more precious than money میگه توی بیابون آب میتونه با ارزشتر از پول باشه این دزرت توی بیابون water آب can be میتونه باشه more precious دن با ارزشتر از money پول بنابراین کلمه precious precious یعنی با ارزش گرانبها precious کلمه بعدی Prejudice prejudice یعنی تبعیض بچه ها. یا تعصب Prejudice این تبعیض یا تعصب the company's rules against gender prejudice must be enforced میگه قوانین شرکت علیه تبعیض جنسیتی باید اجرا بشه اعمال بشه بچه ها کلمه against یعنی علیه gender یعنی جنسیت prejudice یعنی تبعیض یا تعصب enforce یعنی اعمال کردن اجرا کردن اینجا وقتی میگه must be enforced یعنی باید اعمال بشه باید اجرا بشه the company's rules قوانین شرکت against علیه gender prejudice یعنی تبعیض جنسیتی must be enforced یعنی باید اعمال بشه بنابراین کلمه یه, prejudice prejudice به معنی تبعیض یا تعصب هستش بنابراین گفتش که قوانین شرکت علیه تبعیض جنسیتی باید اعمال بشه بنابراین کلمه prejudice به معنی تبعیض یا تعصب هستش بچه ها prejudice prejudice کلمه بعدی رومر رومر به معنی شایعه هستش بچه ها رومر یعنی شایعه کارلا was spreading rumors around the office میگه کارلا داشت شایعاتی رو پخش میکرد توی سراسر اداره ببین کارلا خب, خب اسم کارلا was spreading یعنی داشت پخش میکرد rumors شایعاتی رو around یعنی توی سراسر the office یعنی اداره بنابراین کلمه رومر رومر یعنی شایع بچه رومر کمه بعدی سین سین یعنی گناه سین یعنی گناه taking something that doesn't belong to you is a sin یعنی برداشتن چیزی که متعلق به شما نیست یا مال شما نیست یک گناهه taking برداشتن something that چیزی که doesn't belong to you مال شما نیست متعلق به شما نیست Jesus sin یه گناهه بنابراین کلمه گه sin sin به معنی گناه هستش بچه ها sin یعنی گناه کلمه بعدی spectacle spectacle به معنی منظره شگفتاور یا منظره تماشایی spectacle Niagara falls is quite a spectacle میگه آبشار نیاگارا خیلی منظره شگفت آوریه ببین نایگ را فاز آبشار نیاگارا ایس هستش کوایت spectacle یعنی خیلی منظره تماشایی خیلی منظره شگفت آور بنابراین کلمه یه spectacle. spectacle یعنی منظره شگفت آور منظره تماشایی spectacle کلمه بعدی ستک stack یعنی توده کپه میبینید که یه سری چیزه که رو هم قرار میگیره رو بهش میگن استک توی شکل هم مشخص دیگه یه سری کاغذ رو هم قرار گرفته خب مثالشو رو بخونیم There was a stack of paperworks on his desk to complete میگه وجود داشت یه توده کاغذهای های کار رو میزه اون آقا که باید کاملش میکرد ببین There was وجود داشت یا بودش A stack of paperwork on his desk یعنی یه توده یا یه کپه کاغذهای کار رو میز اون آقا تو کمپلیت که باید کاملش میکرد بنابراین این کلمه یه stack stack یعنی توده کپه stack همه بعدی suspicious suspicious یعنی مشکوک suspicious dad was suspicious. Dad was suspicious of the color on the line. یعنی بابا مشکوک بود به تماس گیرنده پشت خط یعنی به اون کسی که تماس گرفته بود بابا مشکوک بود بهش ببین داد یعنی بابا داد was suspicious of the color on the line یعنی بابا به تماس گیرنده پشت خط مشکوک بود بنابراین کلمه يه. suspicious suspicious یعنی مشکوک suspicious. کلمه بعدی تین تین یعنی حلب بچه ها تین یعنی حلب سوپ is a common food that is often sold in tin cans میگه که سوپ یه غذای رویجیه که معمولا فروخته میشه توی قطعای حلبی تین کنز یعنی قطعای حلبی ببینید سوپ که سوپه is a common food that یعنی یه غذای رایجیه که is often sold اغلب فروخته میشه این تین cans توی قوطی های حلبی بنابراین کلمه تین یعنی حلب بچه ها تین تین حلب کلمه آخرم ویس ویس یعنی گلدون ویس گلدون توی شکل معلومه دیگه The waste was filled with such lovely flowers میگه اون گلدون پر بود از گل یعنی گل های خیلی دوست داشتنی اوکی اون گلدون پر بود از گل های خیلی دوست داشتنی the vase اون گلدون was filled with یعنی پر بود از such lovely flowers یعنی گل های خیلی دوست داشتنی بنابراین کلمه vase به معنی گلدون هستش بچه ها ویس ویس اوکی بچه ها این پایان درس بود امیدوارم که دوستش داشته باشید بچه اگه دوست داشتید حتما لایک بکنید کامنت هم بذارید حتما حتما به اشتراک بذارید که دوستای دیگه هم بتونن استفاده کنن و اگه تا الان عضو کانال ما نشدید ما رو سابسکرایب بکنید و عضو کانال ما بشید مرسی از شما که تا این لحظه با ما بودید ممنون ازتون روزتون بخیر خدا نگهدار